نقش پاکستان در روند گفتگوهای صلح افغانستان چیست؟ پاکستان برای کشانیدن پای طالبان به میز مذاکرات صلح به دنبال چیست و چرا میخواهد در روند صلح افغانستان کمک کند؟ به تازگی وزیر خارجه پاکستان گفته است که بدون همکاری پاکستان کشانیدن طالبان به میز مذاکره و تشویق امریکا برای سرگیری گفتگوها ناممکن بود. برخی از آگاهان معتقدند که پاکستان در این روند در پی امتیازگیری است. اما براستی چی امتیازی که در برنامه کنونی دیدگاه به بحث میگیریم. بیننده های عزیز سلام، به برنامه دیدگاه این هفته با من حارث جمالزاده خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر آقایان احمد سعیدی دیپلمات پیشین در پاکستان، آقای سعید میثم کاظمی آگاه روابط بین الملل و همچنان آقای بسم الله رنجبر آگاه مسائل روابط بین الملل. مهمانان گرامی به بحث بسیار زیاد خوش آمدین. آقای سعیدی، میخوایم بحث با شما آغاز بکنم. چرا پاکستان در تلاش همکاری در روند صلح است؟ واقعا چی هدف را دنبال میکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب آقای کاظمی، آقای رنجبر، ببیننده سلام عرض ادب دارم. پاکستان بعد از 1947 در سرنوشت افغانستان و منطقه گاه و بیگاه نقش کلیدی داشت. میگذاریم از تضاد بین هند و پاکستان، میگذاریم از تضاد بین ایران و عربستان و سعودی، میگذاریم از تضاد بین روسیه و آمریکا در منطقه. پاکستان به خصوص در دوره جهاد مورهای قوی و نیرومندی را در بین نظام افغانستان، در بین سیاست افغانستان، در بین سرنوشت افغانستان تجهیز، تمویل و تربیه کرد. حالا پاکستان رقابتهایی را با هند داره، مسئله خط دیورند که با افغانستان داره، مسئله کشمیر که سر راهش است و مشکلات دیگه که در پاکستان مردمان شیعه زندگی میکنه، مردمان پشتون زندگی میکنه، به یک افغانستانی ضرورت داره که دو افغانستان در سیاست گذاری های خود به نوی اگر مدیون و دست نشونده ای پاکستان حداقل نباشه، ضد یوزو هم نباشه. شما میدونید که دو تا از کشورها جمهوری اسلامی ایران و هند، ببخشید پاکستان، همیشه در افغانستان با حکومت ها کم سیاست کردن، با اشخاص سیاست کردن، یعنی در داخل نظام مورهای داشتن، از طریق مورها پیچکاری کردن، از طریق مورها اخلال کردن و ترمیم کردن. حالا در سرنوشت صلح از مقدمه میگیریم. پاکستان میدانست که اگر من در سرنوشت صلح در افغانستان کمک نکنم، طالبان را شامل نظام نکنم، شامل نظام نکنم در آینده سیاست، من خیلی چیزا رو میگم. یک، کمک های اقتصادی و سیاسی را که امریکا سالها به پاکستان کرده او در حالت کاهش است و امریکا مجبور میشه که یک بار دیگر دامن هند را بگیره در منطقه، من تجرید میشم. باید یک بار دیگر من دست به عملی بزنم که اعتماد امریکا را به طرف خود جلب کنم. دوم، باید نقشی بازی کنم که تا طالبان، یعنی طالبانی که من به اونا اعتماد دارم، به اونا باور دارم، سالها در زیر ساحه مغناطیسی من بودن، اونها را در نظام افغانستان یا در رأس بیارم یا شریک سازم. وقتی که طالبها در نظام افغانستان شریک میشن یا در رأس میان، طبعا زیادتر آقابلی گوهای آیسای و ادارات استخبارات پاکستان خواهد بودن، به خاطر که از پاکستان کمک شدن، اموج تربی شدن. بنان آوردن طالبا را و شریک در قدرت، شریک در قدرت به نفع پاکستان است. و از طرف دیگه اگر پاکستان بخواه این جنگ را دوام بده، ادامه این جنگ را بده، کمتر به نفعش است. از یک طرف کمک های امریکا بالای پاکستان قطع میشه، با واسطه میتونه که این تشنجی که به افغانستان آستاس دامن پاکستان بگیره. یعنی پس با اظهارات وزیر خارجه پاکستان شما موافق هستین که گفته آنچه در روند صلح افغانستان امروز اتفاق افتیده نتیجه تلاش صادقانه پاکستان بوده؟ شما میدونین که بعد از قدرت رسیدن آقای اشرف غنی روابط افغانستان و پاکستان خوب نبوده. روابطی که ما با هند داشتیم با پاکستان نداشتیم، روابطی که با کشورهای دیگه داشتیم با پاکستان نداشتیم، تضادها وجود داشته همیشه. حالا اگر صلحی در افغانستان تحکیم پیدا میکنه، صلحی میایه و او هم تا اندازه طالب نقش کلیدی داره، بنان یک بار دیگر دست و استین پاکستان در سیاست افغانستان، در سرنوشت افغانستان نسبت به هند دراستر میشه، قویتر میشه و میتونه بیشتر هست گذاری کنه، منافع افغانستان در دراز مدت به نفع خود بچرخونه. تشکر آقای کاظمی. امتیازات را که پاکستان دنبال میکنه در روند گفتگوهای صلح، آنچه را که آقای سعیدی گفتن موافق هستند که به دنبال دریافت کمک های ایالات متحده آمریکا و همچنان حضورش در رأس قدرت افغانستان با شریک ساختن طالبان؟ در قسمت
پاکستان ما جو احساس میکنم جایی که استاد سعیدی بوده باشند دیگه نیاز به دوستان نیست. من خودم میگم با حفظ احترام به جناب استاد. ببینین یکی از عواملی که از یک خانه، از یک خانه بسیار کوچک، پدر، مادر، فرزندان و تا یک خانه کلان که کشور بوده باشه بسیار حائز اهمیت اقتصاد است. ما باید اقتصاد پاکستان رو مطالعه بکنیم که پاکستان مبنای اقتصادیش بر اساس چی استوار است. همه میدانن، همه دنیا میدانن که پاکستانی ها از سالها پیش به این طرف در قسمت تمویل اقتصادش همیشه به دنبال به یک نحوی به دنبال حرج و مرج بودن که از این حرج و مرج به نفع خود استفاده بکنن. یکی از جاهایی را که پاکستانی ها، البته ما باز میگم به مردم پاکستان احترام داریم، به جغرافیای پاکستان احترام داریم، در دوران مهاجرت و جنگ ها همیشه میزبان افغان ها بودن و قابل احترام است، ولی بعضی از سیاست گذاران پاکستانی و بعضی از نظامیان پاکستانی متاسفانه سیاست های کجدار و مریض را نسبت به افغانستان. خب آقای کاظمی، اگر واقعا هر جمعه بخشی از استراتژی پاکستان در برابر افغانستان باشه، حال چرا میخواهد در روند صلح افغانستان همکاری بکنه تا این کشور از هر جمعه نجات پیدا کنه؟ من بازم به اون بحث اقتصادی میرم که ماجرای اقتصاد، یعنی فکر میکنین منابع اقتصادیش نسبت به او استراتژی تغییر کرده؟ شما شک نکنین که امریکایی ها یکی از همپیمانان پاکستانی هاست، چینایی ها از همپیمانان پاکستانی هاست و پاکستانی ها در رابطه به ادامه کمک های ایالات متحده امریکا و ادامه بعضی از کمک های سیاسی و اقتصادی چین در رابطه با جنگ و صلح افغانستان، اینا با کاملا با اهداف خود، با اهداف امریکا و چین و امثال از اینا مچ میکنه، همسو میسازه. پس هم در جنگ افغانستان و هم در صلح افغانستان پاکستان میخواهد پیش قدم بوده باشه که دو عامل بسیار مهم است. یکی گرفتن کمک ها که پیشتر جناب استاد گفتن و دوم ای است که اگر افغانستان در ماجرای استاد شدن بالای پایه اقتصادی خود استقلال اقتصادی پیدا بکنه، شما یقین داشته باشین سالانه با صدها میلیون دلار دیگه اموال خراب و غیر خراب پاکستانی دیگه به افغانستان دیگه لازم نیست بیاید. پس هم در صلح نفع پاکستانی ها در افغانستان است و هم در جنگ نفع پاکستانی ها در جغرافیای افغانستان است. یعنی فکر میکنین این دو هدف به شکل موازی بتونن در افغانستان دنبال کنن؟ اهداف بسیار زیاد پاکستان در منطقه برای خود ترسیم کرده، ولی در افغانستان یک دو تا عامل بسیار مهم است که اینمی ماجرای اقتصاد است و صلح و جنگ در افغانستان به نفع منافع اقتصادی و امنیتی و سیاسی خود پاکستان. تشکر آقای رنجبر، دیدگاه شما چی از موافق هستین با دوستا یا اینکه شما را از آگاهان بدین باورند که پاکستان با تلاش در روند صلح افغانستان دنبال امتیازهای مشخص است که به گونه مشخص بخش از این امتیازها محدود ساختن نقش هند در داخل افغانستان و همچنان حل مسائل مرزی با افغانستان است؟ به نام خدا و عرض سلام خدمت شما همکاران حاضر در بحث و بیننده‌های خوب تلویزیون. من فکر میکنم پاکستان در رابطه با قضیه صلح و جنگ افغانستان نگاهش یک نگاه عمیق و استراتژیک هست. از آنجایی که پس از حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان و سقوط طالبان در افغانستان، ما شاهد شکلگیری یک نظام نیمبندی بودیم که همواره مناسباتش با هندوستان نزدیک بوده و این نزدیکی با هندوستان همواره پاکستان را گهگاه تحت فشار قرار داده و این مسئله باعث شده که پاکستان‌ها یک مقدار احساس کمبودی بکنند در افغانستان. حالا چیزی را که پاکستان‌ها در رابطه با صلح افغانستان دنبال می‌کنند، من فکر می‌کنم این هست که همین خلایی را که در طول 17-18 سال گذشته به وجود آمده بود می‌خواهند به یک نحوی رفع بکنند و او را با توجه به اهمیت استراتژیکی که در سیاست خارجی آمریکا و به خصوص در قضیه افغانستان داره به خوبی درک می‌کنند که صلح افغانستان بدون حضور پاکستان تقریبا یک امر ناممکن هست، به دلیل اینکه پاکستان تنها راه و یگانه راهی هست که افغانستان رو با ایالات متحده آمریکا وصل می‌سازه و هیچ راه دیگه برای آمریکایی‌ها باقی نمانده و نیست که اونا از او طریق بیاین به افغانستان خود را وصل بکنن یا تمویل و تجهیز بکنن از اون. بنابراین پاکستانی‌ها در حال حاضر می‌خواهن از این منظر یک مقدار نقششون را برجسته بکنن و با آوردن طالبان در بدن این نظام
او بلانس را که باید اونا برقرار بکنن از این ناحیه یک مقدار نگرانیشان رفع شه. مثلا با آمدن یا با حضور طالبان در بدن این نظام در اینجا یک جانبه به طرف هندوستان مناسبات برقرار نخواهد بود. با آمدن طالبان در بدن این نظام در حال حاضر یک بخشی از نظام که همواره تلاششان بر این است که هندوستان در افغانستان حضور پررنگ داشته باشه، یک بخش دیگر از نظام که طالبان خواهد بود در اینجا برای پاکستان و به نیابت از پاکستان رایزنی و چانه‌زنی خواهند کرد. از این نقطه نظر پاکستانی‌ها تلاششان برای است که طالبان را بیارن در بدن نظام داخل کنن. از یک طرف نگرانیشان از حضور پررنگ هند رفع شود، از یک طرف دیگر بیتونن که روابط نزدیک و استراتژیکشان را در کنار از اینکه با چین رابطه نزدیک داره با ایالات متحده آمریکا همچنان رابطه نزدیک داشته باشه. پاکستان یعنی با این اساس با این فرمایشات را که شما دارین فکر میکنین که سفر دونالد ترامپ به هندوستان هم بخش از این استراتژی باشه تا اینکه به نگرانی های هند در قبال صلح افغانستان پاسخ داده شوه و به جانب هند اطمینان بده از اون چیزی که به عنوان روند صلح در داخل افغانستان جریان داره؟ ببینید، برنامه هایی را که ایالات متحده آمریکا در هر منطقه قرار است شروع بکنه و پیش ببره طبعا از جوانب مختلفش به او قضیه نگاه میکنه و بررسی میکنه. طبعا قضیه صلح و جنگ افغانستان هم یک قضیه چند بعدی هست که کشورهای پیرامونی افغانستان را در بر میگیرن. از این نقطه نظر ایالات متحده آمریکا همواره تلاششان برای این است هندوستان را در کنار خود داشته باشه، با عنوان یک دوست و متحد استراتژیک، به دلیل اینکه میخواین توسط هندوستان چین را موازنه بکنن به یک نحوی. بنابراین داشتن هندوستان زمینی که پاکستان را با خود دارن یک امر طبیعی هست و حائز اهمیت هست برای ایالات متحده آمریکا. ولی وقتی ایالات متحده آمریکا برنامه مذاکرات صلح با طالبان رو روی دست گرفت و چون قرار هست سناریوی به نام طالب را از افغانستان بساطش را برچینن، از این نقطه نظر اینجا پاکستان حس کرد که وقتی سناریوی به نام طالب بساطش برچیده شوه، یک ابزار استراتژیکی که پاکستان در افغانستان داشت او داره از بین میره کم کم. بنابراین یگانه فرصتی که برای پاکستان ها در اینجا باقی بود، بالاخره از این فرصت استفاده بهینه را کردن و آمدن وارد چانه زنی شدن با ایالات متحده آمریکا. بالاخره در حال حاضر به باور ما طالبان به نیابت از پاکستان با ایالات متحده آمریکا مذاکراتشان انجام دادن و وقتی توافقنامه صلح هم با آمریکا امضا میشه، در اینجا من فکر میکنم که منافع پاکستان به صورت جدی و به صورت بسیار شدید مد نظر هست و لحاظ خواهد شد. و در مراحل بعدی هم مورخم که آقای قریشی مطرح کردن که مذاکرات صلح بدون حضور پاکستان غیر ممکن هست، من فکر میکنم که این مسئله بسیار باریکی های خودش را داره و تقریبا میشه گفت که یعنی یک واقعیت گریزناپذیر هست که اونا مطرح کردن. تشکر آقای سیدی. ظاهراً وزیر خارجه پاکستان مورد دیگر را مطرح کرد که آنچه که به عنوان توافقنامه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان امضا میشه در حضور پاکستان امضا میشه. یعنی اگر قرار باشه که واقعاً طالبان آنچه را که آقای رنجبر گفتن به نیابت از پاکستان بحث کرده باشن، حال پاکستان به عنوان تضمین کننده تعهدات طالبان در این روند خواهد بود؟ صرف نظر از موقف جیوپولیتیک و جیوکونومیک افغانستان در منطقه، ما فراموش نکنیم که با همه مخالفت ها و خوشبینی ها و بدبینی هایی که ما پاکستان داریم، پاکستان کشور دارای سلاح هسته‌ای از نظر اقتصادی تقریبا خودکفا در همسایگی ما، با داشتن ششمین اردوی جهان و همچنین 187 میلیون نفوس عادی باید ما تصور نکنیم. و حرف دیگه است که طوری که شما اشاره کردین که شما محمود قریشی گفت که به حضور ما بله. اما پاکستان میخواهد تلاش داره در این روزا، تلاش داره که قراردادی را که یا تفاهمنامه ای را که امریکا با طالبان امضا میکنه در یک موج قدرت امضا شه. پاکستان همین لحظه به اکثر کشورها به نیابت از طالبان نامه فرستاده که تقاضا داره که حتی سرمنشی ملل متحد در این مجلس اشتراک کنه، رئیس آی سی کشورهای اسلامی اشتراک کنه، وزیرای خارجه کشورها اشتراک کنه، حتی تا هنوز 11 وزیر خارجه وعده داده که ما با این اتفاقنامه حضور پیدا میکنیم. هدف از پاکستان چی است؟ وقتی که یک طالبی را که دیروز احمد و من بود یک گروه تروریستی میگفت قراردادی را که با تفاهم با امریکا امضا میکنن تفاهم میشیم، با حضور داشتی سرمنشی ملل متحد، شورای امنیت ملل متحد، نماینده کشورهای اسلامی، نماینده کشورهای منطقه به شمول وزیر خارجه پاکستان، این چی معنا داره؟ پیام میرسانه که طالب توپ در میدان شست و اوج میگیره. بنان با همچه اوج گرفتنه که دیروز ترم گفته قراردادم خود امضا کنم، بنان طالب بعد ازی در سهم دولت قناعت نمیکنه، در گوشه از دولت و نظام قناعت نمیکنه تا
طالب بعد تلاش میکنه به نمایندگی از پاکستان که حرف اول بزنه. بنان وقتی که طالب حرف اول تماس کرد، باز یک بار دیگر پاکستان امریکا مجبور میشه و پاکستان مذاکره. پاکستان میگه خوب است، شما نظام موجود، شما هم اینا رو هم کمی شریک میکنیم، اینا رو هم در آینده میگذاریم. این بازی یک ذره عمیق و پیچیده است. یعنی هدف اساسی پاکستانی است که باید دستی بالا بلند هندوستان از سرنوشت سیاست افغانستان کوتاش. یک. دو، باید پاکستان بعد از این در نظام افغانستان در گذشته از نگاه تروریسم و جنگ نقش داشت، بعد از این از نگاه قدرت سیاسی و حاکمیت نقش داشته باشه. اون چیزی را که شما امروز به دونالد ترامپ گفتین در هند، دونالد ترامپ به هند آمد، هند را تعریف کرد و گفت که ما در پاکستان هم دوستی داریم و نقشی داریم. هدف چی است؟ دونالد ترامپ آمریکا از نقش رشد اقتصاد چین تشویش داره. بنان کسی که میتونه چینی که دوست پاکستانه و 43 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری کرده، کشوری که میتونه اندک چین لگام بزنه طوری که جناب بیرانمرس گفتن و مهار کنه، کی است؟ هندوستان است. از یک طرف با چین از نگاه سرحدات از چندین سال مناقشاتی داره، از یک طرف دیگه هر دو تا کشورهای بالای 1000 میلیون نفوسی است. بنابراین امریکا میخواهد که دو استفاده، یکی علیه چین در این منطقه، دوم به پاکستان هم پیام میده که خیر بینین، کمی خود محمدین، اگر نه این باز پا خود پس کنین، باز هند هسته، باز هند در جانتان روان میکنم. یعنی از یک طرف امریکا به پاکستان کتاب نشان میتنه و از یک طرف شمشیر نشان میتنه. این بازی های سیاسی است در منطقه. یعنی پاکستان میگه که اگر خلاف رفتاری میکنی با گپی وانه میکنی، این هند حاضر است، حریفی تو تقویش میکنم، کمکش میکنم، کلی تو رو میپرونم. و از طرف دیگه ای پیام به پاکستان میده، ای پیام بود. و از طرف دیگه چین هم میگه وقتی که تو اینقدر رشد کردی به ما محاسبه نم کنی، هند در پلوی است، ما تقویه میکنیم. اینها بازی های اقتصادی. اما شما فراموش نکنید که همین جنگ افغانستان آبادی داره. این جنگ جنگی مافیایی است، جنگ اقتصادی است، جنگ نیابتی است، جنگ رقابتی است، جنگ منطقوی است، جنگ فرا منطقوی است، جنگ افغانی است. ابعاد مختلفی از این را که پیچی کنی افغانستان امروز انمی هند، پاکستان، چین، سعودی، ایران، خدمت شما عرض کنم که روسیه و غیره و غیره، مانند تخته شطرنج روی افغانستان دانه چیدن. هر کس کوشش میکنه حریف خود با این تخته مات کنه، اگر مات نشد حداقل پیاله خود رو سر منزل ببره، وزیر بسازه. این بازی پیچیده است. اما تکرار می است که با وجودی که همه بدبینی ها، اگر شما نقش پاکستان سیاسیون ما در افغانستان نادیده بگیرن، ما مخالفت با ایران، با پاکستان، به همه کشورها به نفع ما نیست، به همه کشورها، مخصوصا همسایه‌مون، ما توان عزیز داریم که پاکستان بین بیل کنیم از دنیا گم کنیم، ما توان عزیز داریم که ایران بین بیل کنیم از دنیا گم کنیم. ما به روابط، هر قدر سیاسیون ما بین کشورها تشنج میکنن، مشکل جایی میکنن، به همه اندازه مردم افغانستان ضربه میبینه. تشکر آقای کاظمی. سفر ترامپ به هند میتونه نشان دهنده بحث منافع پاکستان در روند گفتگوهای صلح میان ایالات متحده آمریکا و طالبان باشه؟ بازم تشکر از جناب استاد سعیدی که فکر میکنم که جواب شما رو دادن. بله واقعا چنین هست. سفر ایالات متحده، سفر آقای ترامپ در ایالات متحده آمریکا چند حالت است. یعنی واقعا من احساس میکنم که آمریکایی ها چند بعدی بازی میکنن، هم با هند، هم با پاکستان، هم با چین و هم با افغانستان. سفر آقای ترامپ در هندوستان ماجرای ترساندن پاکستان به یک نحو تهدید پاکستان توسط قدرت منطقه‌ای که هندوستان بوده باشه هست. دوستی ایالات متحده آمریکا با پاکستانی‌ها هم خوف است و هم رجا. در بعضی جای‌ها هم همکاری های خود دارن، هرچند که در این ماه‌ها و شاید در این سال‌های اخیر همکاری های اقتصادی خود و حتی همکاری های نظامی و مستشاری خود با پاکستانی ها کم کردن، ولی در ماجرای صلح افغانستان و آوردن طالب ها پای میز مذاکره نهایت استفاده را از پاکستانی ها کردن. سفر مقامات امریکایی به هندوستان نشان دهنده ازی هست که پاکستانی ها اگر تحت تاثیر بعضی از کشورها مثل کشورهای حوزه خلیج و
و عربستان سعودی در ماجرای استراتژی آمریکا در منطقه همکاری نکنند، جایگزین پاکستان در منطقه و در افغانستان هندوستان بوده و هست. به همین خاطر حرکت‌های آمریکایی‌ها در منطقه در هندوستان و پاکستان و در افغانستان حرکت‌های چند بعدی هست و بسیار با زبان ساده ای است که کشوری را از یک کشوری هم میترسانه و خودش از طرف دیگه او را امیدوار میسازه. سفرهای اینا یک سفرهای به قول جناب آقای رنجبر یک واقعا پلان شده است، از پیش تعیین شده است. اینا احساساتی تا جایی را عمل نمی کنن و این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا به نتیجه دلخواه خود برسن. تشکر آقای رنجبر. اگر یاد شما باشه پس از اینکه روند نخست گفتگوهای صلح ایالات متحده آمریکا و طالبان متوقف شد، پس از اینکه روند بعدی آغاز شود، در همو زمان هم آقای خلیلزاد سفر داشت به پاکستان، بعد از او سفر داشت به هندوستان. حال هم که گفتگوهای صلح شدت یافته، باز هم بلندترین مقام ایالات متحده آمریکا به هند سفر میکنه. هدف از این سفرها در روند گفتگوهای صلح افغانستان چی است؟ یعنی چگونه میخواهند از هند استفاده کنند؟ ببینید، روی کرده را که ایالات متحده آمریکا در رابطه با مذاکرات صلح با طالبان دنبال کرده، همواره روی کرده همه جانبه بوده. هر زمانی که آقای خلیلزاد سفرش را آغاز کرده در منطقه، همه کشورها را به نحوی دیده. وقتی اونا حساسیت های منطقه ای را کاملا درک کردن، وقتی سفر دارن به هند، حتما در بعد از هند به پاکستان میآیند، یا وقتی مثلا با پاکستان یک مقدار نزدیک میشن، حتما به خاطر اینکه حساسیت هندوستان رفع شده، به یک نحوی با هند حتما یک دیدار داره. وقتی به چین میره، حتما به روسیه هم یک سفر دارن. یعنی تلاش ایالات متحده آمریکا برای این هست که به خاطر موفقیت سناریویی که در حال حاضر روی دست دارن، حتما اعتماد کشورهای محیط پیرامونی افغانستان رو به خودشان باید داشته باشند. در غیر دو صورت من فکر میکنم اگر کشورهای مثل روسیه، چین، هندوستان و ایران و پاکستان، هر کدام این کشورها اگر خواسته باشند مذاکرات صلح افغانستان ناکام شود، من فکر میکنم میتونه که یک بخش از برنامه آمریکا را در رابطه با مذاکرات صلح افغانستان به بنبست بکشانه. از این نقطه نظر تلاش ایالات متحده آمریکا برای این هست که حداقل در آوان کار موافقت نسبی این کشورها را با خودشان داشته باشند. من فکر میکنم در این کانتکست هم سفر آقای ترامپ ممکن اهداف دیگر هم داشته باشد. در کنار اهداف، من فکر میکنم که او حساسیت را که ممکن نزدیکی پاکستان با ایالات متحده آمریکا خلق بکنه، او حساسیت را یک مقدار میزانش را کاهش بدن. از این نقطه نظر این سفرها سفرهای چند بعدی هست، به خاطر کاهش حساسیت های منطقه ای هست و این سفر هم ممکن یک بخش از اهداف این سفر همین مسئله باشه. تشکر. و فکر میکنین که با اون نگرانی هایی که عملا هند در داخل افغانستان داره، این سفرها بتونه قناعت هند فراهم بکنه و اون نگرانی هایش رفع شود؟ خب در طول 17 یا 18 سال تقریبا هند در افغانستان یک رقیب، یک کشور بی رقیب بود، یک قدرت بی رقیب بود. طبعا پس از این من فکر میکنم که او فرصت 17 یا 18 سال گذشته دوباره فراهم و میسر نخواهد شد، مگر اینکه هند پس از این تلاش بکنه به یک نحوی بیلانس خودش را، بیلانس حضورش را با پاکستان موازنه بکنه به یک نحوی. همون رقمی که پرویز مشرف بارها در رسانه‌های بسیار مطرح بین المللی مطرح کرد، گفت که اگر افغانستان می‌خواد که جنگ نیابتی ما و با هندوستان در افغانستان خاتمه پیدا بکنه، حداقل حضور موازی و مساوی ما را با هندوستان رعایت و لحاظ بکنن. حالا هم به فکر میکنم پس از این هندوستان توازن و بیلانس فکر میکنین حکومت افغانستان هم باید در نظر داشته باشه، دوست و دشمن در میان هند و پاکستان نباید وجود داشته باشه؟ من فکر میکنم به لحاظ دید استراتژیک و یکی منافع ملی چگونه خوبتر تامین میشه، ما یک مقدار پرشتاب و احساسی عمل کردیم. اگر احساسی عمل نمی کردیم، باور بکنین که در حال حاضر خوبتر و بهتر میتونیم برآمد داشته باشیم در عرصه سیاست خارجی. من فکر میکنم ما بیشتر از حد معمولش با یک کشور نزدیک شدیم و حساسیت یک کشور دیگر را برانگیختیم. شما ببینید هر زمانی که یک پروژه اقتصادی توسط هندوستان به یک نحوه شروع شده، ما پس از او شاهد حملات انتحاری بسیار گسترده و پیچیده‌ای بودیم در سطح افغانستان. حالا ما فکر میکنم اگر ما میخواهیم که میزان حساسیت کشورهای محیط پیرامونی خود را کمتر بکنیم، حداقل در تامین روابط با کشورهای منطقه‌ای حساسیت‌های منطقه‌ای را هم در نظر بگیریم. من فکر میکنم وقتی طالبان بیایند یک جزئی از بدنه نظام شوند یا در بدنه نظام دخیل و سهیم شوند، دیگر پاکستان اون نگرانی 17 سال گذشته رو نخواهند داشت، به دلیل اینکه طالبان بخواهیم نخواهیم به نیابت از پاکستان منافع پاکستان را در عرصه سیاست خارجی افغانستان لحاظ خواهند کرد. از اون نقطه نظر تلاش هند برای این هست که حداقل پس از این در کنار پاکستان خودشان هم حضور داشته باشند و دوست و متحد استراتژیک خودش را از دست ندن.
آقای سیدی، در صورتی که واقعا طالبان بیاین و در قدرت شریک شوند، راهکار مناسبه که حکومت افغانستان روی دست بگیره به خاطر داشتن یک روابط دوستانه با پاکستان چه خواهد بود؟ من همیشه طرفدار از هستم که افغانستان با وضع ناتوان اقتصادی و ضعف و در سیاست و امکانات جنگ و مشکلاتی که داره، بهتر است به شمول پاکستان بر همه همسایه ها روابط نیک داشته باشه، با همه کشورها داشته باشه، منافع ملی خود در همه کشورها لحاظ کنه، مد نظر داشته باشه. ما از نگاه اقتصادی، سیاسی، نظامی توان زیر نداریم که از رای زور و جنگ پاکستان از مداخله ممانعت کنیم، یا ایران یا کشور دیگر. بنان گزارش همگرایی، هم بودن به نفع ماست که ما تا اونوز نتانستیم مراد کنیم. شما فراموش نکنین که پیشتر به ارتباط جناب رنگور صاحب آقای کاظمی گفتن بسیار دقیق از طرف اینا. شما میدانید که روزی که در جریان همین سال وقتی که مانوری یا تمرینات نظامی بین روسیه و چین آغاز شد، همزمان بین هند و امریکا هم آغاز شد تمرینات نظامی. چی معنا داره؟ به این معنا داره که شما چین و روسیه من هیچ یک ابرقدرت ها، اگر یک دست میشین دو قدرت دیگه که امریکا و چین هند است در پلو شما. شما امروز شنیدین که آقای ترامپ اعلان کرد که ما اضافه تر از 20 میلیارد سلاح، سلاح‌های پیشرفته سوا قرارداد امضا کنیم با هند. اضافه تر از 20 میلیارد میشه قرارداد امضا کنیم. این سلاح چی معنا داره؟ این تنها پاکستان نمیترسونه، بلکه چین هم میترسونه که چین هم گوشا خود شور نتی که ما 20 میلیارد سلاح پیشرفته. هدف دیگر چی است؟ آقای ترامپ کاندید انتخابات ریاست جمهوری است. صریحا میگم که انتخابات ریاست جمهوری را کسی میبره که یهودا از حمایت کنند در هند، در ببخشید در امریکا، چون نقشی سرمایه یهوداست در امریکا. دوستا با ما توافق دارند و یهودا کمپینی های سلا زیادتر به پیش یهودی هست. بنان به همین جریان انتخابات که از کمپینی های سلا تنها 20 میلیارد دلار به هند میفروشه، ترم چقدر جایگاه میگیره؟ پاکستان میترسونه به همین سلا، چین اختار میده که هند سلا داره، اتیاد و از طرف یهود و نصارا هم تشویق میکنه که به اورا بیتی. این بازی هست دیمت. بیشتر مانوری نظامی رو گفتم که بین روسیه و چین شد، دوستا بیاد دارن همزمان بین چین و پاکستان شد. و از یک طرف دیگه ترامه، اگر شما بگون که رقابت میکنه به چین و روسیه، بله میکنه، اما امریکا حال خود را یک چتر جهانی میدانه. وقتی که سیستم دو قطبی، یعنی کمپ سوسیالیسم و کمپ سرمایه‌داری، کمپ سوسیالیسم محو شده، حالا امریکا میخواهد که من یک چتر جهانیم، یعنی میخواهد که من باید دنیا را رهبری کنم نه امریکا را. خب در این وضعیت فکر میکنین افغانستان چی کار را انجام بده که حداقل آسیب نبینه و بتانه سود نسبی را داشته باشه؟ یکی از که بسیار خوشبینانه میگیم، دولت افغانستان خدا خیر بتونه روابط بر همه قرارداد کنه، اقتصاد را هم خوب کنه، امنیتی را هم بیاره. خوی گپ خوشبینانه، ولی ما فراموش نکنیم که ما جایگاهی از پیشتر که گفتم جیوپولیتیک داریم، اما یک کشور میدونین، یک نظام زمانی میتونه تصمیم بگیری که قدرتمند باشه. قدرتمند چی است؟ امنیت سرتاسری، اقتصاد خودکفا، نظام قوی که مورد پذیرش ملت و مردم باشه. او را داشتن، از یک اداره همزیست و همکار برخوردار بودن، همچنین از نگاه نظامی یعنی جنگی و از نگاه سرمایه‌داری نقشی داشته باشه به همسایه‌ها که سبا همین کشور توان زیر داره که لقمه نانی به ما بده. ما کدامش رو داریم؟ شما یکش نام بگیرید. اینطور است. سیاست و سیاست تجارت هم به دست خیلی نمیشه. ما بگیم که پاکستان به ما لطف کن، رحم کن، هر چی داری بیتی، ما چی نداریم. سیاست جاده دو طرفه است. سیاست جاده دو طرفه، باید چیزی داد چیزی گرفت. ما از اونا میگیریم داد شما چی است؟ چی داده میتونی؟ نه در قسمت ما... مواردی که ما باید بدهیم باید توجه صورت بگیره که نظامی است، اقتصادی است یا فرهنگی. ما سالا تروریست صادر نکردیم، درست. ما همی شما همی مرا عذر میخوام که همی صادرات و واردات ما را شما ببینید. صادرات بودید یک طرف چقدر بلند است از طرف مقابل، از ما چقدر پایین است. همین لحظه واردات که از پاکستان به افغانستان میآید یا از کشورهای دیگه میآید،
شما این بلانس کنین، میقاس کنین. ما خیلی ها اگر ما توان از این میداشتیم که پاکستان احساس میکرد که اگر ما به افغانستان ترحم نکنم به توریسم میتونه مرا خلال کنه، به جنگ میتونه مرا خلال، به اقتصاد میتونه مرا ضربه بزنه، به سیاست میتونه مرا ضربه بزنه. تشکر. یک کمکی خیال میکنم مشکل است. ها اگر ما اقتصاد خودکفا، ملت واحد، انتخابات و کاری، مثال یک مثال میگم کوتاه‌تر آقای سیدی، باقر قالنباف سابق شاروال ایران بود، شاروال ایران بود، شاروال تهران، در انتخابات پارلمانی کاندید بود، حالا 1,200,000 را یک کاندید پارلمان برده، یک کاندیدش کار بود. ما 1,014,000 کاندید ما برده. چی بگویم برده؟ تشکر آقای کاظمی. رای حل فکر میکنین چی است؟ حداقل با جنجال هایی که میان هند و پاکستان وجود داره افغانستان چی کار انجام بده که حداقل توازن باید حفظ بکنه و بتونه یک رابطه دوستانه خوبی را در با جانب پاکستان داشته؟ بسیار سوال خوب. ببینین ما نه عزت باید به دنبال عزت در خارج بوده باشه و نه زلالت ما به دست خارج است 100%. یک مرتبه به طرف خودم باید ببینه. تا زمانی که در افغانستان ماجرای همدیگر پذیری سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سایر مقوله های دیگر حل نشود، به هیچ عنوان پیش کوچکترین کشور منطقه ما و شما به هیچ عنوان اعتبار کافی وافی نداره. تمام این ماجرا حفظ بیلانس یا حفظ تعادل و موازنه اقتصادی و سیاسی و منفعت‌های قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در افغانستان توسط سیاستمدارای خود افغانستان میشه. یعنی حل این مقوله ها را که شما گفتین خیلی آرمانی به نظر نمیه. اصلا حداقل اگر قرار باشه واقعا عملی شه، مکانیزمش چی است؟ یک دولت مقتدر ملی میتونه راه حل باشه؟ بله، چطور نمیتونه بوده باشه؟ آقای جمال زاده شما ببینین دم قدم نخست به انتخابات ریاست جمهوری همین سال شما یه دفعه متوجه بوده باشین کشور ما بین 35 تا 40 میلیون که حتی ما احصائیه نداریم از مردم خود. یعنی چی؟ یک کشور 35 40 میلیونی تمام رأی های انتخابات ریاست جمهوری ما 1,000,000 رأی شده یا نهایتش 1.5 میلیون. یعنی چی؟ یعنی در طول 19 سال گذشته کمک های جامعه جهانی و بعضی از درآمدهای داخلی خود افغانستان، اینا هیچ در کدام را مصرف شده که امروز ما اینقدر عدم اعتماد بین دولت و ملت داریم که ماجرای انتخابات ما به این وضعیت کشانده شده؟ به هیچ عنوان آرمانی نیست آقای جمال زاده. ما نمیگیم بسیار بالا. نظام افغانستان که متشکل از هر سه قواست، قوه مقننه و مجریه و قضاییه و نهادهای سیاسی و مدنی ما، تا زمانی که حول محور منفعت ملی حرکت نکنه، شما یقین داشته باشین که نه امریکا، نه پاکستان و نه سایر همسایه ما هیچ وقت با ما نه دلسوز است و نه همکاری میکنه. مدیریت سیاسی، عزت و ذلت ما بعد از خدا به دست مردم افغانستان و نظام افغانستان است. ما تا نظام خدا خلاهایی که در بین نظام و در بین اقوام افغانستان توسط دستگاه های استخباراتی بیگانه جور شده و توسط بعضی از تعصبات داخلی جور نکنیم، یقین داشته باشین کشور ما تا ابد امرقم خدای نخواسته دست به سمت بیگانه ها دراز خواهد کرد. تشکر آقای رنجبر. راه حل چی است؟ چی کار باید صورت بگیره؟ من فکر میکنم در حال حاضر نگاهی معطوف به استقلالیت که حرفی تقریبا مقدار مشکل هست، با توجه به اینکه افغانستان ریشه های بحران افغانستان بخش قابل ملاحظهش بیرون از افغانستان هست. من فکر میکنم در رویکرد سیاست خارجی تلاش بکنیم که حساسیت های کشورهای محیط پیرامونی خود را درک بکنیم و سیاست های احساسی و عاطفی که بالاخره بخش از برخ از قدرت های منطقه ای را حساس می سازند و حساسیت از او برایندش بالاخره قربانی شدن مردم افغانستان، از او پرهیز بکنیم. بهترین شبه و بهترین روی کرد و فکر می کنم که با استفاده از متحد استراتژیک که ایالات متحده آمریکا هست، منافع خود را بالاخره به یک نحوی باید با منافع آمریکا پیوند بزنیم و با استفاده از حضور از اونها تلاش بکنیم که میزان
آسیب پذیری خود را از رقابت با قدرت های منطقه‌ای کاهش بدیم. در غیر از این صورت به صورت آنی و به صورت دفعتن کار بسیار سختی هست. به صورت تدریجی باید کوشش بکنیم که افغانستان به طرف پویای اقتصادی حرکت بکنه و تا زمانی که وابستگی اقتصادی سیاسی ما در حال حاضر به شکل کنونی باشه، من فکر میکنم حرف از استقلالیت و روی پای سازان حرف بسیار کلانی هست. و تا زمانی که ایالات متحده آمریکا سیاست خارجی خودش را از طریق افغانستان تلاشش برای باشه که از طریق افغانستان تلاش بکنه که قدرت‌های جهانی خودش را مثل چین و روسیه ضعیف بسازه، من فکر می‌کنم که همچنان افغانستان میدان نبرد و رویارویی قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خواهد بود و مردم افغانستان همچنان قربانی این رویارویی‌ها و این جنگ‌های نیابتی خواهد بود. تشکر. آنچه را که دوستان اشاره کردند، بحث استقلالیت و منافع ملی، تمامی این موارد فکر نمی‌کنین که در موجودیت یک حکومت مقتدر ملی ممکن است، اما با بی‌ثباتی کنونی که در حال حاضر در داخل افغانستان حاکم است، فکر می‌کنین که راه حل ما ببینیم به خاطر ایجاد یک رابطه صمیمی و دوستانه با جانب پاکستان؟ خب طبعا من فکر می‌کنم در قدم اول من موافق هستم با آقای کاظمی که در قدم اول باید در صدد قدرتمند شدن روحیه همگرایی باشیم در بود داخلیش. تا زمانی که روحیه همگرایی شکل نگیره ما نمیتونیم حرف از افغانستان متحد بزنیم. در بود خارجیش من فکر می‌کنم که تا زمانی که ما دیورن را به عنوان یک ابزار سیاسی که بیشتر استفاده داخلی داره ولی سبب حساس شدن پاکستان میشه و برایندش هم امر که من قبلا گفتم قربانی دادن مردم افغانستان میشه، ما هیچگاه نمیتونیم او هدف را که از قبل ترسیم کردیم به او برسیم. در بود داخلیش باید به همگرایی چنگ بزنیم، در بود داخلیش هم تلاش بکنیم با توجه به اینکه افغانستان یک کشور ضعیف و آسیب پذیر هست، تلاش بکنیم حداقل در قبال قدرت‌های منطقه‌ای حسن نیت نشان بدیم. این تلاش نکنیم که با توجه به اینکه قدرتمند نیستیم، توان نظامی و سیاسی نداریم، یعنی حساس نسازیم حداقل قدرت‌های منطقه‌ای را، بریم به طرف همگرایی ملی، روحیه ملی را تقویت بکنیم و در بود خارجی هم حداقل اون مسائل حساسیت برانگیز هست حداقل در کوتاه مدت به اون مسائل دست نزنیم. یعنی خیلی کوتاه در اخیر، یعنی فکر میکنین که به خاطر حل جنجال های میان افغانستان و پاکستان از هر مجرای قانونی ممکن باید به نقطه دیورند که به عنوان یک جنجال دائمی وجود داره برش نقطه پایان گذاشته شد؟ من فکر میکنم ممکن حرف من به لحاظ عاطفی و احساسی موافق مردم نباشه، ولی چیزی که منطق و عقل حکم میکنه، خصوصا عقل استراتژیک، فکر استراتژیک، این هست که ما فعلا به اون مسئله دامن نزنیم به دلیل اینکه افغانستان نه توانایی به کرسی نشاندن حرف خودش در زمینه دیورند داره و نه منافع ملی ما را تأمین میکنه. چنین مسئله تجربه نشان داده که حساس کردن این مسئله فقط استفاده سیاسی داخلی داره. کسانی که مثلا دامن میزنن خودشان دقیق میدانن که ما نمیتونیم و نه توانایی مسئله را داریم و نه هم به لحاظ حقوقی سیاسی چنین چیزی به نفع ما هست، و کسانی که مسئله را دامن میزنن صرف در داخل افغانستان یک در حساس میکنن و از این حساس از التهابی شدن فضای سیاسی کوشش میکنن که امو بهره سیاسی را ببرن. متاسفانه در کل به نفع افغانستان نیست دامن زدن به حساسیت های منطقه ای. تشکر. خیلی کوتاه آقای سیدی، میخوام دیدگاه شما را هم در این مورد داشته باشم. اگر از مجراهای سیاسی ممکن است و اگر از مجراهای قانونیش رفراندوم برگزار میشه، هر راهکاری که مد نظر گرفته میشه، نیاز است تا به این موضوع نقطه پایان گذاشته شود؟ چون درست است که بحث دیورند و مشکل مرزی نقطه جنجالی میان افغانستان و پاکستان از طرف افغانستان نباشه، اما طبیعتاً از جانب پاکستان مطرح است. مسئله دیورند ختم شده دیگه، قابل بحث نیست. مطابق میثاق‌های بین‌المللی و کنوانسیون وین، هر قراردادی که بین دو کشور صورت میگیره 100 سال که از عمرش میگذره، اگر تجدید نمیشه دیگر فیصله شده است. از قرارداد دیورند بین عبدالرحمن خان و انگلیس ها اضافه تر 126 سال میگذره، او که ختم شده. دوم، کمک که مونده بود آقای غنی او را ختم کرد امسال. شما 4 ماه پیش شنیدین که والی جلال آباد، والی گورنر یا والی نماینده رئیس جمهوره، آقای شاه محمود میاخیل والی جلال آباد همراه آقای یماه یاری وزیر فواید عام ترانسپورت رفتن با حضور داشت پاکستانیا سرحد دیورند فیته را بریدن، افتتاح کردن. دیگر باز افغانستان غلط میکنه که گپ میزنه. دولت افغانستان در دوره حکومت غنی عملا به رسمیت شناخته. این گپ دیگه قابل بس نیست.
شما شاهد هستین که رفتن بریدن نه این قابل بحث نیست. حکومت آقای غنی داله دیورند او گپ خلاص شده. اما یک چیزی را ما میخوایم که در بگم، زبان افغانستان میتونه که از این منجلاب اندکی نفس راحت بکشه که ما زمامداران ما سیاسیون ما تعصبات قومی و زبانی را دامن نزنند، ملت افغانستان ملت واحد بدانند، به قوم و قبیله باور نداشته باشند، متعصب نباشند، ماجراجو نباشند. و بالاخره امروز چقدر دردیه، مودی برای رئیس جمهور امریکا گپ میزنه، شما میفهمید که در هند کسی به صدر اعظم میشه که اول باید عضو پارلمان شه. مودی در حدود 41 میلیون رای میبره به پارلمان میاد، 41 میلیون رای میبره مارخ و رای و دوم هم انتخاباتی را. حالا ما در افغانستان چین یک مرضی کرونا داری یا ایران داره؟ ما دو کرونا داریم، یک کرونا انتخابات ریاست جمهوری، یک کرونا هم امروز وزیر صحت هم گفت. حیرانم که این کرونا دو کرونا کده مردارتر. تشکر خودم شما تجبیه کنیم. تشکر آقای کاظمی، باور شما چی است که منازعه مرزی هنوز هم به عنوان بخشی از مشکل میان افغانستان و پاکستان است یا خیر؟ یک بخش کوچکی میتونه بوده باشه، ولی جناب استاد گفتن بر اساس کنوانسیون های بین المللی ماجرا فعلا به زبالدان تاریخ رفته. یکی کی او رو پکه میکنه و پس احیا میکنه مربوط به خودش است و اهداف شخصی خودش. یکی دوم به خاطر خدا همین مسئولینی که فعلا در نظام افغانستان هستند در قدم اول این ماجرای این بحران ریاست جمهوری رو حل بکنن، ان شاء الله باز بحث های کلان گپ میزنه. سپاسگزار هستم مهمانان گرامی از حضورتان و بیننده های عزیز، از شما هم تشکر که تا این دم بیننده دیدگاه بودین. تا دیدگاه بعد، بدرود.